عصر ارتباطات، عصر وحشت ولایت فقیه. اطلاع رسانی و ارتباطات یک امر ضروری و غیرقابل چشم پوشی در هر انقلاب و قیامی است. در واقع هیچ مبارزه‌ای بدون داشتن ارتباطات و اطلاع رسانی شکل و سمت و سو نمی‌گیرد. در هر مقطع زمانی که به انقلابات و مبارزات ملت‌ها نگاه کنیم، انقلابیون و قیام کننده ها بالاخره ناچار بودند به شیوه های متناسب با هر دوره مشکل اطلاع رسانی و ارتباطات را حل کنند. در انقلابات گذشته این کار با روش هایی مثل شبنامه ها، شعار نویسی انجام می شد. و در دوران جدید این اطلاع رسانی از طریق تلفن همراه، شبکه‌های فضای مجازی یعنی اینترنت انجام می‌شود. Definitely this is the internet revolution. انقلاب مصر را انقلاب فیسبوک نامیدند، زیرا جوانان برای برپایی تظاهرات و اطلاع رسانی به مردم به بهترین شکل از اینترنت استفاده می کردند و این ابزار ارتباطی قابلیت جدیدی از خود برای استفاده نشان دادند. در مقابل همیشه پیشرفت‌های علمی در تضاد کامل با منافع دیکتاتور است، چرا که هر قدر اطلاع رسانی و ارتباطات جمعی پیشرفته تر و همگیرتر میشه، به همون میزان دست دیکتاتورها برای پوشاندن جنایتشون بسته تر میشه. عصر کبیر ارتباطات، عصر وحشت دیکتاتورات. شما تصور کنید حتی یک عکس از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 وجود نداره و رژیم در خفقان مطلق و با خیال آسوده دست به کشتار و جنایتاش زد. اگر امکاناتی مثل اونچه که امروز وجود داره در همون زمان وجود داشت که میشد هین این نسل کشی به اون پوشش جهانی داد، شاید شرایط برای رژیم ولایت فقیه به طور دیگه ای رقم میخورد. این تصاویر را چه کسانی از قیام های سال 88 گرفتند و ارسال کردند؟ آیا انتشار تصاویر و خبرهای آن قیام در سطح جهانی توسط خبرگزاری‌های رژیم آخوندی صورت گرفت؟ با شعله ور شدن قیام 88، جوانان و قیام آفرینان از موبایل و اینترنت در ثبت و ارسال این رخداد به صورت گسترده استفاده کردند. این هم باعث شد که رژیم نتونه به راحتی این خیزش اجتماعی رو مانند قیام‌ها و تظاهرات قبلی بی سر و صدا سرکوب بکنه. یاد داریم که در قیام 88 تنها بعد از چند ساعت تصاویر و اخبار شعله‌ور شدن قیام در گوشه و کنار ایران عالمگیر شد. تلفن‌های همراه و ارتباطات در فضای مجازی تبدیل به ابزاری برای سازمان دادن و اطلاع رسانی به مردم شد. تصویر غرق به خون ندا یکی از نمونه هایی است که جهانی را برانگیخت و بازتاب های گسترده ای به همراه داشت و ماهیت رژیم جنایتکار آخوندی را افشا کرد. Dying young woman who's been come to be known as Neda. Neda. Neda's familia. Neda Aga Sultan. The searing image of Neda's death. Neda Sultan. Les internautes racontent même la vie de Neda sur Wikipédia. همین امروز هم ما شاهدیم که چطور هر توطئه و سرکوبی که
رژیم میخواد بر علیه زندانیان و یا دانشجویان ترتیب بده، با استفاده از موبایل و اینترنت موضوع سریعا منتشر و جهانی میشه و دست رژیم بسته میشه. طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، ایران با جمعیتی بالغ بر 78 میلیون نفر 42 میلیون کاربر اینترنت دارد. در ایران تحت حاکمیت آخوندها با وجود سانسور و فیلتر کردن گسترده سایت ها، اما در تازه ترین نظرسنجی به اعتراف مرکز پژوهش های وزارت ورزش و جوانان رژیم، 69% جوانان از فیلتر شکن استفاده می کنند. بنابر ارزیابی های اولیه، حدود 30 میلیون ایرانی حامل تلفن های موبایل هستند. چندی پیش با اعلام راه اندازی امکانات ارائه نسل سوم و چهارم خدمات تلفن همراه توسط شرکت های ایرانسل و همراه اول، جیغ وحشت دستجات و جناح‌های رژیم دوباره بالا گرفت. نسل سوم و چهارم تلفن همراه چه امکاناتی دارد؟ مشخصات و ویژگی های نسل سوم تلفن همراه. شما می توانید برای اولین بار از طریق دستگاه های تلفن همراه خود با سایر مشترکان این شبکه تماس تصویری برقرار نموده و بدین ترتیب علاوه بر دریافت صدا، تصویر مخاطب را نیز مشاهده نمایید. با استفاده از فناوری نسل سوم می توانید سرعتی تا 2 مگابایت بر ثانیه برای دسترسی به شبکه و اینترنت در حال سکون یا در حال حرکت کند مثل راه رفتن، سرعتی با 348 کیلوبیت بر ثانیه و در خودرو سرعتی حدود 128 کیلوبیت بر ثانیه داشته باشید. این خود تحولی عظیم نسبت به اینترنت در نسل‌های قبل تلفن همراه است. مشخصات و ویژگی های نسل چهارم تلفن همراه. سیستم های نسل چهارم G4 باید سرعت بیش از 100 مگابایت بر ثانیه را در حالت ساکن و میانگین 20 مگابایت بر ثانیه را در حالت حرکت ارائه دهند. ظرفیت شبکه باید حداقل 10 برابر بیشتر از سیستم های نسل سوم G3 باشد که این مقدار زمان بارگیری یا دانلود یک پوشه یا فایل 10 مگابایتی را در افزارهای نسل چهارم G4 به 1 ثانیه کاهش می‌دهد که این زمان در افزارهای نسل سوم G3 معادل 200 ثانیه برآورد شده است. از طرف دیگر قابلیت ارائه تصویر با کیفیت بالا به تلفن‌ها و تجربه دنیای مجازی در صفحات نمایش گوشی‌ها را نیز ارائه می‌کند. این معقول نیست که در جایی که ساختارهای نظارتی ما هنوز کامل نشده بیاییم فضای اینترنتی رو آزاد در اختیار همه بگذاریم. باند آخوند روحانی و وزیر ارتباطاتش که چشم به درآمدهای کلان برای وارد کردن نسل سوم و چهارم تلفن همراه در بازار دوخته، با ابراز وحشت سایر عوامل ارتجاع در مجلس و با هشدار در مورد عواقب ورود این تلفن به بازار و قرار گرفتن در دسترس مردم مواجه شده است. آقای رئیس جمهور، چرا نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی تعلل می‌فرمایید، در حالی که امروز مشکلات موجود و به وجود آمده در این حوزه به حدی است که اعتراض علنی حوزه‌های علمیه مراجع را ایجاد نموده؟ امروز شاهدیم بدون پیوست فرهنگی و بدون راه اندازی شبکه و بدون داشتن ضابطه و آیین نامه اینترنتی به روی گوشی‌های همراه و بدون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عمل می‌شود. روزنامه حکومتی مردم سالاری، 8 شهریور 93. یک عضو دیگر مجلس ارتجاع به نام نصرالله پژمانفر گفت تا زمانی که شبکه ملی اینترنت کشور راه اندازی نشود نباید پهنای باند اینترنت کشور گسترش یابد. این در حالی که وزیر ارتباطات رژیم پیشتر اعلام کرد
که شرایط شرکت‌های موسوم به همراه اول ایرانسل برای ارائه خدمات مانند شرایط پیشین شرکت رایتل و امکان تماس تصویری و ارسال عکس مانند گذشته بسته است و رفع این مسئله را به تدوین پیوست فرهنگی محدود کرد. اما با این حال ترس و وحشت رژیم از ارائه این امکانات به حدی بود که این هم پوشوندنی نبود. تا 2 سال پیش وزارت اطلاعات و فناوری مسئول نظارت بر سیستم اینترنت کشور بود، ولی در سال 91 به دستور خامنه‌ای یک شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت که زیر نظر خامنه‌ای است. روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خامنه‌ای هم به میدان آمد تا مبادا به خاطر ولع چپ و ولگرانه وزارت ارتباطات رژیم بند را آب داده و اجازه تلفن‌های نسل 3 و 4 را بدهد. کیهان با انتشار خبری ضمن غیرقانونی خواندن اعطای مجوز نسل 3 خدمات تلفن همراه نوشت: بر اساس پیوست ابلاغی حکم رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدماتی نظیر افزایش پهنای باند اینترنت و ارائه خدمات نسل جدید ارتباطی منوط به تأمین زیرساخت داخلی و شبکه ملی اطلاعات شده است. روزنامه حکومتی مردم سالاری 12 شهریور 93. یک مهره باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع به نام حداد عادل به صراحت ابزار مدرن ارتباطات را برهم زننده آرامش نظام آخوندی عنوان کرد و گفت: برای حفظ آرامش فرهنگی نباید جلوی مقابله با ماهواره‌ها را رها کرد و فیسبوک و توییتر نباید رفع فیلتر شوند. ابراز وحشتی که شبانه روز توسط تلویزیون آخوندی نیز تبلیغ می شود. الان اوضاع احوال درست حسابی نداره متاسفانه. یعنی چی؟ اینه که ما همیشه توصیه می کنیم به خانواده‌های محترم که ساعات استفاده از اینترنت رو و حتی تلویزیون رو محدود بکنن. والدین محترم میتونن در واقع نکته‌ای که ما خیلی بهش تاکید میکنیم اینه که همراهی بکنن بچه‌هاشون رو در فضای مجازی، یعنی کنار بچه‌شون بشینن با همدیگه وارد فضای اینترنت بشن. یک مرجع حکومتی به نام مکارم شیرازی نیز به صحنه آمد تا میز وحشت ارتجاع را تکمیل کند و گفت: خدمات اینترنت پرسرعت و کلیه خدمات نسل 3 و بالاتر کاری برخلاف شرع است. رژیم آخوندی شیادانه مدعیه که به خاطر مسائل اخلاقی و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژیه که با راه اندازی این نسل از ارتباطات در ایران مخالفه. اما بارها و بارها در لابلای ابراز وحشتاشون مجبور شدن اعتراف کنن که مشکلشون در به هم خوردن امنیت نظام آخوندیه، یعنی موجودیتشون. هشدار کیهان خامنه‌ای به باند روحانی نشانگر ماهیت وحشت و استیصال رژیم آخوندی از این امکانات ارتباطی است. روزنامه حکومتی کیهان 18 شهریور 93. برای دولتی های حامی توسعه ارتباطی جدید اصلا مهم نیست که کاربران نرم افزارهای وایبر و واتساپ در بستر فناوری ارتباطی G3 و G4 ممکن است با بمباران اطلاعات و اخبار ضد امنیت ملی مواجه شوند. به طور مثال هرگز وزارت ارتباطات در برابر توانایی بروز یافته و بالفعل منافقین در انتشار شایعات و اخبار دلخواه در بستر اپلیکیشن های خارجی مثل وایبر و واتساپ اخطار نقض تکنولوژیک اعلام نکرد و برنامه‌ای برای کنترل این فضای بی‌مرز و بی‌قانون خبری نساخت. نگفته پیداست که در شرایط ارتباطی جدید هر شخص یا گروهی میتواند شایعه قریب الوقوع بودن حمله نظامی به ایران یا بمب‌گذاری در فلان اجتماع بزرگ، حتی سقوط تهران را به سرعت میان 30 میلیون کاربر ایرانی منتشر کند. خصوصا اینکه به واسطه عدم تأمین زیرساخت‌های تکنولوژیک لازم در گذشته
امکانی برای ردیابی و دستگیری و مجازات خاطیان و شایعه سازان برای دستگاه امنیتی دولت وجود ندارد. روزنامه جوان، ارگان وابسته به سپاه پاسداران هم وحشت خود را از راه اندازی نسل جدید امکانات تلفن همراه این گونه نشان داد. روزنامه حکومتی جوان، 12 شهریور 93. نسل سوم تلفن همراه تونل ورود دشمن است. به راستی چرا برخی واقعیت جنگ نرم و تهدید مرزهای فرهنگی را جدی نمی‌گیرند و به جای استحکام بخشی و اقلام دفاعی تونل‌های ورود دشمن به داخل را با دست خود ایجاد می‌کنند؟ اجرایی سازی نسل سوم و چهارم تلفن همراه بدون هیچ گونه محدودیتی برای کاربرانی که هویت آنها نیز آنچنان که باید و شاید در سیستم اطلاعاتی مشخص نمی‌شود، نوعی فضا دادن به دشمن برای پیشبرد اهداف خود است و بهتر است تا این طرح تا زمان تدوین پیوست فرهنگی و سنجش اثرات آن متوقف شود. آخوند روحانی هم به عجز و ناتوانی آخوندی در محدود کردن مردم در استفاده از اینترنت اعتراف کرد و در یک فرار به جلو گفت: دو چیز یاد گرفتیم، دیوار، فیلتر. فکر میکنیم با این حل میشه. خب شما میری فیلتر درست میکنه، اون میره فیلتر شکن درست میکنه. ما در واقع تحت رژیم آخوندی از بروز شدن و ارتقای تکنولوژی های ارتباطاتی برمیگرده به سال 88 و ضربه هایی که از امکانات ارتباطاتی که جوانان انقلابی در اون قیام استفاده کردن خورده. در اون سال قیام آفرینان به بهترین شکل با استفاده از موبایل و اینترنت هم اطلاع رسانی و هم تصویر برداری کردن و هم در هماهنگی و سمت و سو دادن اعتراضات عمل کردن. حال با استفاده های کیفی تر در راستای اطلاع رسانی که این نسل از تلفن همراه امکان پذیر می کند، ولی فقیه زهر خورده از آن هراس دارد که در صورت هر رویارویی و قیام مردمی که با سال 88 بسیار متفاوت هم خواهد بود، بار دیگر قیام آفرینان و جوانان دلیر ایران بر علیه ولی فقیه از این وسایل ارتباطی استفاده کنند و مردم ایران و مقاومت ایران به نتیجه نهایی که همانا سرنگونی رژیم آخوندی است برسند.